خب برای بررسی انتخابات پارلمانی پیش رو در عراق گفتگوی داریم با دکتر صالح عمر عیسی، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین عراق. درود به شما. ممنون. تشکر. خیلی ممنون. آقای دکتر، بینندگان ما شاید ندونن که شما دکتراتون رو در ایران از دانشگاه تهران گرفتید. بله. 27 سال در ایران زندگی بله. کردید. اهمیت کردستان الان در این انتخابات به نظر میاد که دوباره داره مطرح میشه، اینکه ممکنه کردستان بتونه، همونطور که در گزارش قبلی هم شنیدیم، بتونه نقش تعیین کننده ای در یک ائتلاف سیاسی بعدی بازی بکنه و تا نخست وزیر رو بتونه در تعیینش خیلی نقش بازی بکنه. بعد مسئله امنیتی هست، اینکه ممکنه تیپی رو آمریکا در کردستان مستقر بکنه به دلیل احتمال ناآرامی هایی که ممکنه پس از انتخابات پدید بیاد. چطور میبینید آینده کردستان رو در پی این انتخابات؟ من فکر میکنم که کردستان در انتخابات قبلا هم تاثیر به سزایی داشته بر سیاست عراق. شما اگه نگاهی داشته باشیم به عراق، تنها نیروی اپوزیسیون در بین کردها بوده، در بین شیعه ها به صورت جدی ما اپوزیسیون سازماندهی نداشتیم، در بین سنی ها هم نداشتیم، و حتی قبل از حمله آمریکا به عراق ما ببینیم که همه اپوزیسیون در صلاح الدین در کردستان عراق جمع شدن و کردها بودند که عراق جدید رو درست کردن و کردها میخواستن که در عراق زندگی کنن به صورت دموکراسی. حالا یه چند مرحله ای رو ما پشت سر هم گذاشتیم، ما در حال حاضر وارد مرحله جدیدی شدیم که این مرحله فکر میکنم با مراحل قبل فرقای زیادی داره. شما اگر نگاهی بندازین به تبلیغاتی رو که احزاب کردی داشتن در بین چند روزهای اخیر، این بود که یه چند تا مشکلی رو دارن با حکومت مرکزی عراق. مشکل دستور، ماده 140 دستور که مشکل کرکوک، بعد مشکل قانون نفت و غاز است که یه بودجه اختصاص داده باشه به کردها از نظر نفت و غاز و اینا، و از بودجه پیشمرگه. به نظر من کردها نگاه میکنن که در این انتخابات چه احزابی میتونن رأی بیشتر رو به دست بیارن. اونجوری که من پیش بینی میکنم اینه که احتمال داره دولت قانون که همون نوری مالکی دوباره بتونه قدرت بیشتر، رأی بیشتری رو به دست بیاره، و همین که بتونه رأی بیشتری به دست بیاره، دیگه کردا میان با اینا گفتگو میکنن که خواسته های خودشونو مطرح میکنن. چون اگه شما دقت کنین به سخنان رهبران کرد، اینه که کردا آماده ان در عراق زندگی کنن به صورت دموکراسی، هویت عراقی رو بپذیرن، اینکه حقوقشون تامین بشه. یعنی اگر شما دقت کنین در سالهای گذشته، بیش از 80 سال حکومت‌های مرکزی می‌خواستن که یه هویت عراقی رو به کردها بدن، ندونستن. ما دیدیم که بیش از هزاران نفر جوانان کردها کشته شدن توسط حکومت‌های مرکزی، نتونستن یه هویت عراقی رو به کردها بدن. ولی الان کردها خودشون که می‌خوان هویت عراقی رو بپذیرن، با توجه به اینکه حقوقشون در عراق تامین بشه، پایمال نشه مثل گذشته، به نظر من این حزبی رو که تا چه اندازه‌ای میتونه رأی به دست بیاره در آینده و تا چه اندازه‌ای میاد احترام میذاره به خواسته های کردا، کردا میان با اون ائتلاف درست میکنن و سعی میکنن از اون کاندید حمایت کنن. اگر شما یه نگاهی بندازین به شخصیت های سیاسی عراق، میبینی که نوری مالکی سخنانش یه خورده فرق کرده. در انتخاباتی رو که ما داشتیم در انجمن استان های عراق بود، یه سخنان تندی میکرد که میخواست رأی مردم عراقی رو به دست بیاره، ولی الان میگه که بله، مسئله کرکوک باید به شیوه دستوری یا قانونی در چارچوب دموکراسی به حل بشه. اینا یه زمینه ای رو فراهم میکنه به نظر من که کردها دوباره از نوری مالکی حمایت کنن. کردها روابط خوبی با ایران داشتن، خود شما بسیار از کردها سالها در ایران زندگی کردن. فکر میکنید که نتیجه انتخابات بر نفوذ ایران، بر نقشی که ایران داره و کیفیت رابطه ایران و عراق چه تأثیری بگذاره؟ بله، شما دقت کنین، ایران به صورت بالقوه دو تا خصلتی رو داره که میتونه رابطه خوبی رو با عراق داشته باشه. از یه نظر شما نگاه بکنین که از نظر مذهبی بیشتر مردم عراق شیعه مذهب هستن، ایران هم یه حکومت شیعه مذهبی، بیشتر مردم شیعه هستن، از این زاویه میتونه رابطه خوبی رو برقرار کنه با مردم عراق، و به خصوص که میبینیم که دموکراسی که شکل گرفته، بیشتر احزاب اسلامی به خصوص شیعه مذهبن که دارن قدرت رو به دست میگیرن. این یه راهی رو میتونه درست کنه برای ایران، یه فرصتی رو بده به ایران که ایران رابطه خوبی رو بیاد با اینا برقرار کنه. و از بعد فرهنگی شما نگاه
کنین میبینین که کردها از نظر فرهنگی خیلی با ایرانیا نزدیک هستن. یعنی نمیشه حس کرد که از نظر فرهنگی با کردها رو با ترکا مقایسه کنیم یا حتی کردها رو با عربها مقایسه کنیم. این یه قدرتی رو به ایران میده که ایران رابطه خوبی با کردها هم داشته باشه به صورت بالقوه. میبینیم که تا اندازه ایران از این بابت استفاده هم کرده. ایران اولین کشوری بود که اومد در کردستان عراق کنسولگری باز کرد، حکومت اقلیمی کردستان رو به رسمیت شناخت و رابطه خوبی هم ما ببینیم که با شیعه ها داره در عراق، ولی به این صورت نیست که در بعضی از کانال های تلویزیونی من میبینم که دیگه هرچی ایران به اینا میگه اینا همون کار رو انجام میدن و نشستن که از تهران بیاد یه چیزایی رو بگن که این کار رو بکنین این کار رو نکنین. من اینو میتونم بگم که به صورت جدی هم اینو بگم، مردم عراق هزاران نفر کشته شدن که از یک گروه دیکتاتوری مثل رژیم بعث قبول نکردن که بیان یه چیزایی رو بر مردم ما دیکته کنن. و تأکید این چیزم میشه گفت که از هیچ کسی از هیچ گروهی قبول نخواهند کرد و نه تنها ایران، تو خود عراق هم یک گروهی نیست که بگیم این گروه میتونه یه سیاستی رو بذاره که بر همه مردم تأمیر کنه. عراق دوچار تغییر و تحولات جدی شده که این تغییر و اولاد به نظر من یه موقعیت جدیدی رو برای مردم عراق فراهم آورده. و این چیزی که در کانال‌های تلویزیونی دیده میشه که چند لحظه پیش شنیدم احمد چلبی اومده و نمیدونم این کاندیداها رو اخراج کرده، شما بدونید که قدرت احمد چلبی این نیست که بتونه بر قوه قضایی ما، بر قوه مقننه ما تأثیر داشته باشه و بتونه اینا رو اخراج کنه. شما اگر این 500 شخص رو به صورت خیلی ریز مطالعه بکنیم ببینیم اینا بحثی بودن. خود صالح مطلق تو برنامه های تلویزیونی به علنی این بحث میکرد که حزب بعث بهتر بوده. ما بهتر بودن حزب بعث رو میبینیم که هزاران نفر جوانای ما رو به کشتن داده. ما هیچ تجربه خوبی با حزب بعث نداریم. به نظر من این یک پدیده داخلی عراقی، نه اینکه بگیم این از طرف ایران اومده. این بعضی عربای سنی بعضی به این چیز رو مطرح میکنن که میخوان رأی آمریکا رو جذب کنن به طرف خودشون که قضیه رو به یه حالتی بدن این رابطه داره با ایران و یه حالتی پشتیبانی آمریکا رو به دست بیارن، که برنامه تبلیغاتیه و الا واقع عراق چیز دیگری است. دوست داشتم فرصت بیشتری داشتیم بازم صحبت میکردیم، ولی امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم از گفتگو با شما بیشتر استفاده بکنیم. تشکر می‌کنم آقای دکتر صالح. خیلی ممنون. استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین.